اما تفاوت نظرها نباید ما را از مسیر راه و اهداف اصلی انحراف دهد. دوستانتان، دشمنانتان و آرزوهایتان برای خدمت به مردم و وطن مشترک است. ما هنوز در متن مبارزه برای رسیدن به آرمانهای ملی و مشترک قرار داریم. توقع ما از فرد شما این است که گرد هم جمع شوید و متحد باقی بمانید. پیام به آدرس خانمها و یا زنان، خانمها بیشتر از نصف جامعه کشور ما را تشکیل می دهند. نقش و افتخار مساوی در مبارزات از و مردم ما داشتن و ما با قوت از حقوق مساوی زنان در جامعه حمایت می نماییم و خواهان حضور فعال زنان در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی و حضور نیرومند آنها در پروسه صلح هستیم. خواهران و مادران عزیز، هر جا که هستید در پهلوی برادران و فرزندان خود استاد شوید. بدون حضور فعال شما رفتن افغانستان به طرف ثبات پایدار و رشد اقتصادی دشوار و محال است. پیام به آدرس طالبان برای ختم جنگ، ترویج فرهنگ آشتی، همپذیری و همزیستی. ما نسبت به دیگران تجارب بیشتر جنگ با طالبان و مبارزه در برابر برنامه های تجاوز و توسعه طلبی طالبان را در ولایت خیش داریم. ما هیچگاهی در جغرافیای طالبان دست به عملات و جنگ نزده ایم، بلکه همیش از امنیت ولایت و حقوق مردم خود دفاع کرده ایم. طالبان امروز یک واقعیت سیاسی نظامی در کشور هستند. ما باور داریم که مشکل افغانستان دیگر از طریق جنگ حل نمی گردد. گفتگوی سیاسی، همدیگر پذیری و احترام متقابل یگانه راه ختم جنگ 40 ساله در کشور است. امروز که قوت‌های خارجی افغانستان را ترک می‌کنند، دیگر بهانه جنگ در کشور نزد طالبان باقی نمی‌ماند. از طالبان می‌خواهیم که بیاید از طریق مذاکره و گفتگو به نتیجه برسیم، یک دیگر را بپذیریم، به حقوق ارزش ها و فرهنگ یک دیگر احترام بگذاریم و همه مشترکان با عزت در پهلوی هم دیگر زندگی نماییم و برای شکوفایی وطن خود کار نماییم. ما از جنگ خسته ایم و نهایت علاقمند صلح و آشتی با طالبان هستیم. اگر طالبان هنوز هم بخواهند با زور مناطق ما را اشغال و بر حریم سیاسی، مدنی و حقوقی مردم تجاوز نمایند، ما چاره جز دفاع و مقابله دیگر راهی نداریم و آماده هر دو حالت هستیم. پیام به آدرس جامعه جهانی. ما از جامعه جهانی که برای مردم افغانستان تا 20 سال اخیر
کمک کردن تشکری می نماییم. امروز که متحدین بین المللی افغانستان تصمیم گرفتن تا دوباره به کشورشان برگردن، از تصمیم آنها استقبال میکنیم. همان طوری که در قطعنامه شورای امنیت، کنفرانس ژنو و اظهارات مقامات امریکا، ناتو، اتحادیه اروپا تکرار شده است، ما امیدوار هستیم که با کمک های اقتصادی و بشری خود به مردم افغانستان ادامه دهند. مردم افغانستان برای موفقیت مذاکرات صلح همکاری نمایند تا مردم ما بتوانند با خلاصی از خرابی های جنگ 20 ساله در برابر فقر، فساد، مشکل مواد مخدر، بحران بشری، مهاجرت ها، تهدید کرونا و دیگر چالش های جهانی مبارزه کنند. افغانستان به پای خود استاد شود و به خودکفایی برسد. مردم افغانستان و کشورهای دوست ما ارزش‌های مشترک، چالش‌های جهانی مشترک و دشمنان مشترک دارند و ما روی ادامه همکاری‌های مشترک تأکید می‌نماییم و متحد می‌باشیم. ما با ادامه کمک‌های جامعه جهانی جدا ضرورت داریم و همچنان متحد هستیم که افغانستان عضو فعال و سالم جامعه جهانی باشد. پیام به آدرس ملل متحد و یونما: افغانستان یکی از اعضای سابقه دار و فعال ملل متحد است. حضور مؤسسات ملل متحد در افغانستان قبل از 2001 هم وجود داشته و بعد از خروج جامعه جهانی همچنان ادامه خواهد یافت. ملل متحد از طریق یونما تا 19 سال اخیر نقش مهمی را در عرصه هماهنگی کمک های ملکی جامعه جهانی در افغانستان داشته است که ما از این نقش قدردانی می نماییم. از اینکه ملل متحد و دنیا شاهد مؤثریت سیستم غیر متمرکز برای تامین حقوق شهروندان و تامین دموکراسی در دنیا هست، در مورد افغانستان نباید روی این موضوع مهم خاموشی و بی‌طرفی غیر موجه انتخاب نماید. ما از نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و یونما جدا تقاضا داریم تا خواستهای مردم فاریاب را به شورای امنیت ملل متحد گزارش دهد و از اجراعات خود ما را نیز در جریان قرار دهد. به مقصد ختم جنگ و تامین ثبات پایدار در افغانستان، ما از آغاز مذاکرات صلح با طالبان متکی بر حفظ دستاوردها از جمله حقوق بشر و خاصتاً حقوق زنان و اطفال حمایت می نماییم و همچنان خواهان نقش بیشتر وساطت ملل متحد در پروسه صلح هستیم. و من الله توفیق، تشکر از توجهتان. مطلبی بود که موضوعاتی بود که نوروز مبارزه در هوای گرم سوزان داشتیم، اینمی موضوع ها، اینمی مطالب مربوط به نوروز مبارزه. شما با ما هماهنگ هستین یا نه؟ شما خواهان انتخابی شدن والیان هستید؟ هستید.
شما آیا می خواهید که نظام غیر متمرکز در افغانستان به وجود بیاید؟ ما مخالف نظام سیستم یا نظام متمرکز هستیم در افغانستان. شما خواهان انتخابی شدن شهردارها هستید؟ شما انتخابی شدن شهروالها و ولسوالها هستید؟ ما خواهان تغییر نظام از تمرکز به غیر متمرکز می باشیم. اکنون از جناب محترم سید احمد سعید معاون مرکزی شورای مرکزی جنبش شورای مرکزی حزب جنبش صمیمانه خواهش می‌کنیم که در رابطه با موضوع صحبت نماید. بخش بسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بخاطر اختصار وقت گرمی هوا و تقریبا 12 زور ساعت کوتاه و مختصر و مهم نوبت دارن صحبت میکنم هیئت محترم رهبری حزبی سیاسی و نظامی مربوط به حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان علمای کرام محاسن سفیران عزیز معززین وکلای محترم ولسی جرگه مجلس سنا شورای ولایتی فاریاب قماندانان محترم روشن فکران جوانان غیور و با غیرت خواهران عزیز و با عفت مسئولین اهداف و سازمانها و همه مردم متدین شریف و خداپرست ولایت فاریاب به خاطر که وقت زیاد در بر نگیرم من نتانستم معذرت میخوایم نام هر دوست و رفیق خود میگیرم مرا معذور بدارم این نومین روز است قوم‌های عزیز که شما این حرکت خودجوش مدنی و عدالت خواهی را در شهر میمنه برپا داشتید و به آفتاب سوزان خواست‌های معقول و قانونی خود را مطرح میکنیم تا به گوش مسئولین و زمامداران حکومت مرکزی برسند. علمای اینجا هستند در زمره خصوصیات و صفاتی که یک اولوالامر یک کلان قوم یک رئیس قوم رهبر و بالاخره کسی که مملکت اداره میکنه در پهلوی سایر خصوصیات من جمله متدین بودن به عمر پنجانه و بهترین صفت دیگه عدالت است. عدالتی که 38 مراتبه اگه غلط نکرده باشم در قرآن شریف خداوند به او تأکید کرده امر کرده که عدالت را تأمین بکن. ما میبینیم نمونه عدالت در 270 سال که از حکومات گذشته تا امروز عدالت تأمین نشده. افغانستان دارای اقوام مختلف فرهنگ های مختلف و خصوصیات های مختلف و عدنات مختلف است. بنابراین همه مردم در مقابل قانون مساوی هستند. باید در یک نظامی که مردم همه اقوام با رنگ های مختلف و اقوام مختلف خود چهره خود در آینه ببینند احساس بکنند که در مملکتی که عدالت تامین میشه نادیده گرفته نمیشه. متاسفانه یک پتا امروز نادیده گرفته شده. همیشه مردم از این شیوه حکومت داری خسته شدن و توتا آمده. خوشبختانه خوشبختانه مرحبا به شما و این زحمات شما و این تکالیبی کشیدین و این آفتاب گرمی که تحمل میکنین خواسته های
مقبول و پسندیده خود با حرکت های پسندیده و غیر خدای نخواسته تشنج آمیز به نمایش میگذارده تا به گوش زمامدارا برسد. اما قسمی که میگن کوه هر قدر بلند باشه تا هر قدر بلند باشه اوستگه یوله باز ویول تا غیاب آخر کلاغله یشتده. خوشبختانه که یشتنده و جناب آجست باطر دوستم رئیس شورای مرکزی حزب حاجی راهله دوستم خواهد بود فرزند رهبر از ذوالقدر و دکتر سیب عبدالله دکتر سیب دکتر سیب فرامن باشقه دوست در شورای ولایت فاریاب اولا همه لرسونون وارم ملاقات کلده کرزای سیپا ورسکر رهبر سیپتن هم اولا کسب اجازت کلده گفت دل از صحبت کلده نتایجی که رسلده که مانه مسئله حکومت غیر متمرکز که خواست حزب اساسنامه حزب که درج بگن بود به شمسه بر نمونه عملی بولده بود مرحبا سلگه که مانه شو تضافت خواهی میگن شو تضافت خواهی میگن شروع کلده باش ندیده شو حرکت و سلگه کار مردم خهرمان فاریاب الگو و نمونه بر حرکت مردمی و مردم پسند سلده و رهبر سیمون اولتن آخری همیشه تاکید کلیپده که والی لا شار والا ولس والا و انتخاب مردم باسن مردم باسن انتخاب کسن انسانهای دانشمند فهمیده تحصیل کرده با تجربه با تقوی مردمدار و متحد با آرمان مردم اولا باید تاست مردم انتخاب باسن. حالی که من کجا مختصر میگه ایچی شده که در مورد نظام غیر متمرکز بر معلومات دید بزا گرچی بو بار اگر شورای مرکزی حس کرد حس طرف دن ترخی که در رابطه از شورا بود گرچی در روزایی که یک طرح وزارت خارجه امریکا و مردم و حکومت افغانستان فرستاد در راستای از این شما نظریات خود به خاطر تامین صلح ختم جنگ و مذاکرات بیان بکنین ارائه بکنین ما در شورای مرکزی حتی را که رهبر صاحب تعیین کردن ما نشستیم صحبت کردیم یه به شکل کتبی مدون آوردیم که یک از مهمترین نقطه از این ما کلش نمیتونم وقتی جورا نمیده همین مسئله انتخاب بیولن واری ها و شارال ها و رسالی ها در اونجا نوشته شده در جمله سی و چند تر از احزاب و سازمان های دیگر طرح حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که بسیاری مسائل از با طرح های سایر احزاب شباهت داره مشابهت داره به خاطر توحید شدن یکی شدن فرستاده شده او طرح موجود است. کوتاه‌تر در مورد مزایای از این طرح برتان میگم نظام غیر متمرکز نظام متمرکز نظام است که دفتون بسید افتاد سال ما را جواب دادن جفا دادن ماده 64 قانون اساسی 31 صلاحیت منحصر به فرد مربوط رئیس جمهور است. حتی یک ولسوال یک رئیس یک اداره حتی قماندان انم از اونجا تعیین میشه. فکر کنیم با این تراکم کار با این مشکلات با این کشور چگونه میتونن رئیس جمهوری را مدیریت کنن؟ باید این تقسیم قدرت صورت بگیره نظام غیر متمرکز به این معنا که همه چیز در یک جا تمرکز نکنه یک جا جمع نشه مسائل باید به وقت زمان تصدیل گرفته شود خواست مردم شنیده شود. ما اینجا یادداشت کردیم مزایای نظام غیر متمرکز خدمتتان میخوانم بعد صحبت را ختم میکنم. اول حکومت دموکراسی میگن در نظام غیر متمرکز دموکراسی خوبتر تمثیل میشه. دموکراسی یعنی حکومت مردم به مردم یعنی شما مردم هستین ملت هستین توسط رأی خود ولیتون را انتخاب میکنین طبعا آدم شایسته و با ایمان را انتخاب میکنین اشتباه نمیکنین یک مزایایش. دوم مزایایش اشخاص با تجربه تحصیل کرده مسلکی و بالاخره با دانش و با تجربه را انتخاب میکنین که از مسائل
محیط خود، منطقه خود، جغرافیای خود آگاهی داشته باشند. بفهمم، مردم هم بشناسند. مثل که میگه میوالی، هیچ کسی نمیشناسند، نمیفهمند. کورواری چی میفهم مردم خواهده بند؟ چی کردن؟ تاریخشان چیز؟ گذشتهشان چیز؟ اجدادشان چی کرد آمدن؟ چقدر مبارزه کرده؟ در این مسائل آگاهی ندارند. بنان، از تمام مشکلات و معضلات که در دامنگیر مردم است، از اون مسائل آگاهی دارند. اولویت ها پیش او والی که از محیط باشد معلوم است که در چه مسائل اول تدرگی بکنه، چی میخواهید، چی میتنوید، چی مطالبه دارید، او خوبتر وارد است تا اینکه به یک والی نابرد برش بپامونین وارد بسانده. دیگر و اتفاق و اتحاد و هماهنگی مردم تلاش میکنه، کوشش میکنه که مردم ما یک پارچه باشد در مقابل دشمنان و وطن، در مقابل کسانی که وطن ما را تهدید میکنند، همه روز اولادهای ما را به خودشون بکشانند. اگر یک والی را شما انتخاب کردین برای خود، اگر والی نابکار بود، در تجربه ثابت شد که کارآمد نداشت، موفق نبود، خود از هم کوشش میکنه که باید کار بکنه تا انتخاب مجدد برای را باشد. هر کس هم کوشش میکنه که دل مردم را بدست بیاورد. اگر کسی که دل مردم را بدست نیاورد، کار کرده ندانست، موفق نبود، ناکام بود، طبیعی است که در دور بعدی امور را شما انتخاب نمیکنید، ایواز که یک کس دیگر انتخاب میکنید. این یک مزایه است. موضوع دیگر، والی بلد زودتر به مشکلات مردم رسیدگی کرده میتواند. همه خواسته های مردم در نظر گرفته میتواند. یعنی در مجموع مشکلاتی که مردم حالت فاریاب دارد، از بین ده ها و صد ها مشکلات کدام هایش در اولویت قرار دارد، کدام هایش مهمتر است برای مردم؟ آواش آمدی مهمتر است، ایجاد اشتغال مهمتر است، کار کردن، کار پیدا کردن برای مردم مهمتر است، باز کردن شهرها مهمتر است، امنیت آوردن در شهرها ها و در اولوسوالی ها مهم است. این مسائل در مورد توجه میکنند و کار میکنند تا رضایت شما را کسب کرده باشد. بنابراین این از جمله مزایای نظام متمرکز است، همچنین غیر متمرکز، همچنین در شهروال به می ترتیب، در اولوسوال به می ترتیب، همه را شما انتخاب میکنید، رای میدید. بالاخره از این مشکلات ها، از این بدبختی ها، از این مشقت و تکلیف هایی که تمام روز تبریزدان مظاهره کرد، زنده باد مرده باد و دیگه شما خلاص میکنید. خدا خواسته باشم امروز سر آغازش است، با نیت خوب، با بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، شما در پای صندوق های رای که طور نمونوی و شکل عملی یک نمونیش است، پراغاز یک موفقیت بزرگ برای همه مردم افغانستان. شاعر میگه خدایا تو آنکه که انجام کار، تو خوشنود باشی ما رستگار. خداوند کاری بکنه، چاره کار ما را بسازه که او خوشنود باشد، ما هم رستگار باشیم. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنمود، و آن ملت سروکاری ندارد که دیخانش و زندگی دیگران کشت. یک مصرع دیگر میخوانم، بس میکنم صحبت کنم. میگه گریه کردن پیش بیدردان ندارد حاصلی، گریه کردن پیش بیدردان ندارد حاصلی، تا چند ریزی در زمین شور تخم پاک را. گریه کردن کسی که درد نداره، احساس نداره، فایده نداره با آسانی. خود همه کسی میگه شما تخم از گندم یا تخم یک دانه را و زمین شور از وقت بپارین، بلاخ را حاصل نمیدن. امیدوار هستیم که این مصداق این باید رای عملی پیدا بکنه و راه نجات پیدا شده و بالاخره به خواست ما و شما لبی گفته شده. تشکر. آخر دوانا منطقی اندر رب العالمین. شعار میتین دوستا با اما ما همراه باشین. ما حکومت غیر متمرکز میخواهیم. ما والی های انتخابی میخواهیم. ما اولوسوال های انتخابی میخواهیم. ما شهروال های انتخابی میخواهیم.
تشکر از محترم سید احمد خان سید معاون شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان. حال رشته سخن را با محترم جواد مآب استاد عطا محمد خان فیضی رئیس شورای ولایتی فاریاب حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در فاریاب. بله، به نام خداوند دانا و توانا، همه برادران محترم ناظر سنر صد یک وقت هم از بگم فضل خدا که حیثیت های سیاسی و اجتماعی ما و کدرهایی که در فارغ هست به شما رسن. به همین لحاظ اجازه بطلب از حیثیت های محترم حزب جنبش، حزب جمعیت، حزب وحدت، شورای محترم الهدی، شورای زنان جنبش، عالمان دین، تمام بزرگان و بخصوص که با ما شب روز همیشه تلاش میکنن، رسانه های محترم که همه موضوعات را این امیاز که به گوش و چشم مردم میرسنن. بله محترمان، ما این روز روز روم مال شب روز هم زیر خیمه اعتراضیه و دوای گرم حرکات مدنی کردیم. بله، خواهد در مجموع در تظاهرات همه مردم فاریاب توری سم گرفتن با احساس کاملا عالی و در بدنم نای چار کفن پوشید آمدن و همچنان نای دو با شعارهای یا پیروزی یا کفن یا رهبر یا کفن که فعلا ماشین به سر مشاهده میکنید. خواست ما چی بود؟ خواست ما والی که والی نامدار به نام داود خان که ما کدام مشکل قبلی نداشتیم، مشکل شخصی هم نداشتیم، نمیشناختیم، هم سیاسی گپ بود، چون ما قبلا توافق نامه امضا کرده بودیم بر بین عروسی. داود توافق نامه روشن و مزین بود که هر ولایت که رای بیشتر را در هر ولایت که رای بیشتر را کدام تیم گرفته باشه والی مربوط همو بود. دیگر از همون خاطر ما گفتیم که والی که آمده دوباره پس در جایش برد. انشالله حرکات مصبر شما، تلاش شبان روزی شما رو به نتیجه دادن است. این است که ما خیمه را امروز جمع بکنیم. کمر ما بسته است، آمدگی طبق معمول ادامه دارد. نتیجه مثبت که شدیده شد بعد از رو با یک ختم قرآن انشاءالله با شما یک جا موضوع را ختم میکنیم. دیگر موضوع مدرم خود تجدید دادم واقعیت من ما چندی نظام را سپری کردیم، یکی آن نتیجه مثبت نداد، حتی تا سیاستی مطلقه وقتی که در سیاستی مطلقه عدالت اجتماعی تأمین نمیشه، پس در جایی که عدالت اجتماعی تأمین نشه نتایجان جنگ، نتایجان فساد، نتایجان اختلاف، نتایجان باعث بدنامی وطن و رئیس جمهور. بنابراین خواست ما قبلا در آخرینده لبی بود که یکی خوالی بودم دوم توافقنامه تدیم کنه، سوم هم باید حکومت غیر متمرکز می آمد. این از اولین قدم خود از فاریاب شما مبارزین نمارید. اگر حکومت غیر متمرکز شد مسلمن والی های انتخابی شد والی جواب رو برای شما بگوشن ناگذیر کار بکنن. بمال ما مردم حکومت غیر متمرکز میخواییم و امروز اولین رای رو
از صندوق حکومت غیر متمرکز ما و شما میندازیم. رهبر ما و شما مارشال بی‌بدل کشور همیشه بخاطر تمامیت ارضی و نوامیز ملی گام به گام با مردم تلاش کرده و امروزم به همکاری شما به یاری خدا علمی تلاش را کرده شیشتن. لحاظا ما همین انتخابات را طوری سازماندهی می کنیم که انتخاب ما و شما حتما خواهی نخواهی در دل هر کدوم ما شما همی هست که انتخاب ما مارشال دوستم هست. همین کسید بزرگم بعد از او مارشال دوستم هر کسی که نخواهیم ما و شما از کدام هستیم. سلامت باشید، زنده باشید. خانیدر قاملر هوای سیخ بلمز هوای سیخ ده اوش تور کشی مختصر نیکین آتاد رسل مختصر کبل شده هر قیس درزن بر آلم تشکر منتار واقعی رو ترسلر سخنوالره تقاضانه شده که 5 دقیقه نهایت اصل موضوع که دبل اصلر موضوع ختم کلابیز که وقتا نو ملد اصل عرب سیگه بر آلم منتار هم از سفاس گذار بز اصلاح الله رو کلیم. از صحبتهای همجانبه محترم فیض ریسان سپاس و باز هم با تایید صحبت های فوانس مجموع کتایی که در حال میخواهد که سخنرانی بکنن خواهیشی است که کوتاه سخنرانی بکنن و از مردم قهرمان پرور فاریاب نیست صمیمانه خواهیش میکنیم که تا جریان انتخابات گزینش والیان ولایت فاریاب را هم تماشا بکنن و هم نظارت بکنن. اکنون از محترم عبدالجلیل آور منشی و مشاور شورای ولایتی فاریاب حزب جنبش صمیمانه خواهش مندیم که به نمایندگی از وکیل دلسوز فاریاب وکیل حشمت الله آرمان ایران سخن نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و به این نستعین. با قصد اجازه بزرگان محترم عرصه سیاست، علمای کرام، محسن سفیدان عالی قدر، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. پیام تهنیت و شادباش محترم حشمت الله آرمان وکیل منتخب مردم ولایت فاریاب در ولس جگر. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف و عزتمند ولایت فاریاب، در قدم نخود جا دارد از تک تک شما که به خاطر برقراری اصول حقتان از نوروز به این سو در جاده ها راهپیمایی می نمایید قلباً سپاسگزاری نمایم. اگرچه موضوع پیش آمده از رای گفتگوار می شود حل نشد، اما برای این کار حکومت هیچ گونه اقدامی انجام نداد، بلکه برای آمدن من نیز مانی شدند. اگرچه با نیت خیر و برای حل هرچی عاجل موضوع نخواستم به فاریاب بیایم و با همتانهای خود شریک شوم. آگاه شدم امروز برای انتخاب ولی ولایت انتخابات برگزار میکنید. این کار یکی از مؤلفه‌های اساسی دموکراسی و مردم سالاری است. شما حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن را دارید. بنابراین تصمیم شما تصمیم بجا و معقول است و بنده نیز به هر آن تصمیمی که شما اتخاذ میکنید موافق بوده و برای حل هر چیز تر موضوع هر آن تلاشی که از توان من پورا باشد نخواهم کرد. با احترام حشمت الله آرمان وکیل منتخب مردم ولایت فاریاب در خانه ملت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بر شعر برابز اینا بزلا حکومت غیر متمرکز تلیب بزلا حکومت غیر متمرکز تلیب. تشکر از محترم استاد عبدالجلیل آور منشی شورای ولایتی فاریاب حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان. حال از محترم فضیلت مآب دکتر گل محمد رسولی
سناتر منتخب مردم فاریاب در مشران جرگه خواهش میکنیم بسیار خواهش دوستا و وقتا بسیار زیک است کوتا سخنرانی بفرمایید. کنی سپوره کنی؟ نمو کجم سین کنگه باقا من شو این آقا باره کسیم کنی باقا. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعیل ارمتی محمد علی بای الماری نماینده خاص مارشال صاحب دوستم نجازاله بلند مار صاحب سعید احمد سعید رئیس صاحب حزب جنبش ملی اسلامی ولایت فاریاب قوان صاحب و بشقه عالمای دین متنفذله جوانان غیور ولایت فاریاب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یخشی بلند خشم فارسی تو بقلمه یک بار دیگر از تک تک بزرگا جوانان مبارز بالخصوص جوانانی که در پیشوی ما و شما قرار داره که بخاطر عدالت خواهی الله و اکبر و کلاه سفید را بخاطر عدالت خواهی به تنشان پوشانیدن نعره تکبیر مسئله دوم امی است که حکومت غیر متمرکز یک حکومت به خاطر عدالت خواهی به خاطر رسیدن به خواستای مردم امو ولایت امو کسایی که در ولایتشان واقعا کسی را انتخاب میکنند جناب ماهور صاحبم نام بیشتر به خاطر امو سودای از او صحبتای خود را داشتن ما حداقل یک اشاره به این موضوع میداشته باشم. ما شما شاید امنیتی، وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعیشان رو به خرابی انجام میدن. متاسفانه یک نتیجه مثبت نداشته. امروز بازم مردم ولایت فاریاب یک بار دیگر ثابت کردن که حکومت غیر متمرکزی را از فاریاب شروع بکنن. امروز ما و شما الحمدلله به این نوروز مبارزات خود تا تبری میکنم. سلام علیکم. از سناتر محترم اظهار سپاس و قدردانی میکنیم. دوستای عزیز قسمی که بزرگا فرمودند ما امروز پروسی یا جریان انتخابات نامزد والیان فاریاب را میداشته باشیم که از اقشار مختلف از تیپهای مختلف از طبقات مختلف مردم به نمایندگی از ما و شما به صندوق رای میتن و تصمیم بر این شد که رهبر صاحب مارشال صاحب عبدالرشید دوستم صلاحیت عام فام انتخاب والیان را به شما واگذار کردن. اما یک بار دیگر مردم فاریاب یک بار دیگر باز لطف کردن که درست است که ما والی خود را انتخاب میکنیم، اما مارشال دوستم به عنوان رهبر ما به عنوان یکی نیم قرن مبارزات عدالت خواهی را داشتن به عنوان رهبر فرزانه و هم باسا آفرین در تمام تصامیم های ملی و بین المللی به نمایندگی از ملت ترتبار افغانستان و اقوام مختلف دیگر و حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تصمیم اشتباه و غلط نگرفتند. این بار هم تصمیم گرفتند که آخرین و نهایی تصمیم انتخاب والی فاریاب پس از انتخابات اینجا با مارشال دوستم باشد. با این موضوع شما موافق هستین؟ اگر کسی موافقت دست خدا بالا کنه. مارشال عبدالرشید دوستم. مارشال عبدالرشید دوستم. موافق هستین؟ اکنون از محترم وکیل صاحب عبدالمنان قاطع نماینده ویژه جمعیت اسلامی افغانستان در فاریاب صمیمانه خواهش میکنیم که در مورد موضوع صحبت نماید. برخیز و کمر بند دشوار مبین
راهی طلبی بگیر و راهی طلبی بگیر و دردی بگذیم. سعید معاون مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، محمد انیبای الماری نماینده خاص مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد خان فیضی رئیس شورای ولایتی حزب جنبش، پیمان سر نجب علی خان نماینده محترم قوم هزاره ما در ولایت فاریاب، قاریت عبدالله وکیل صاحب، وکیل صاحب تورانی، وکیل صاحب محمد عارف مولانی همکار عزیز ما و همه ترکوغلی صاحب، سناتور صاحب گل محمد رسولی و همه بزرگواران، علما، محاسن سفیدان، جوانان با شهامت، با غرور، قهرمان ولایت فاریاب، حضور همه ایتان هم اجازه می طلبم. هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، امروز خرسند هستم که در محفل قرار دارم که صدای عدالت خواهی شما شنیده شده و در این راستا از تمامی وطنداران ما که با قبول زحمات و خطرهای بسیار تهدیدآمیز را به خود قبول کردن و بر جاده ها برآمدند، از حضور و پایمردی استادگی تک تک وطندارانم تشکری و اظهار سپاس میکنم. دوستای عزیز، از اوائلم خواست ما و شما واضح و آشکار بود. خواست ما همی بود که هر وقتی که حکومت مرکزی بخواید با ما حاکم نه خادم بفرسته، باید مشوره بزرگا و رهبران ما و شما گرفته شود، مشوره و تحت نظر و مشوره مارشال صاحب عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، محترم صلاح‌الدین خان ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان، محترم حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و اینها که کسایی که نامش گرفتم، کسایی هستند که یک عمر در این وطن مبارزه کردن، قربانی دادن یا صاحبای اصلی این وطن هستند. ما بعضی تحلیل هایی را داریم که وضعیت افغانستان رو به وخامت میره، باز ما همی بمی بزرگای خود ضرورت داریم اینه یا در افغانستان می باشند که از مردم رهبری میکنن، چون که در طول تاریخی ها ثابت کردن در پهلوی مردمشان بودن، بعد از این هم در پهلوی مردمشان هستن و به خاطر مردم اگر یا دل نسوزن کسی دیگه دل نمیسوز وطن داره. باز هم کل صحبت ها را دوستا کردن، در آخرم می خواهیم از همه برادران ما که تا چند روز با قبول زحمات، پای مردی در آفتاب سوزان، با هزاران تهدید این عدالت خواهی را پیش بردن که ما امروز نتیجهش را میگیریم و یک گامی است به سوی مردم سالاری. هرگاه مردم حاکم خود را انتخاب بکنن، در گزینش حاکم خود سهیم باشن و همین رقم باز در پالیش هم استاد میشن. فعلا وضعیت افغانستان امیر ایجاب میکنه که کسی باید در رأس قدرت، در رأس خادم ملت باشه که مردم بخواه و در هر شرایط مردم در فعالش استاد شود. افغانستان فعلا باید اجماع ملی واقعی ضرورت داره، نه با تک خواهی و تک میواری و تعصب و تفرقه افغانی. تشکر از حضور میتون. دوستان عزیز، یک دو شعار میتونم بسیار آمود پر انرژی با احساس یک مرا همراهی بکنید. ما حکومت غیر متمرکز میخواهیم، ما انتخاب والی ها را میخواهیم، ما انتخاب شدن ولسوالی ها را میخواهیم. تشکر از محترم عبدالمنان قاطع
وکیل شورای ولایتی فاریاب و نماینده خاص جمعیت اسلامی در فاریاب، حال از محترم سید زین الدین عابدی رئیس جامعه مدنی ولایت فاریاب خواهش میکنیم بسیار کوتاه اعراب سخن بفرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین. از تشریفات میگذریم، به همه بزرگوار که تشریف دارن احترام عام و تام است. از اینکه تک تک شما را نامگیری بکنیم، هوا هم گرم است و قومم خیلی وقت است از زیر آفتاب منتظر هستن. میپردازیم به اصل موضوع، منتها یک بار دیگه تاکید میکنم احترام همه بزرگوارانی که اینجا حضور دارن در جای خود محفوظ است. تبریک عرض میکنم در حقیقت اینمی پیروزی در راستای اولین گام برای مردم سالاری و برای همه فاریابیان شجاع و قهرمان. امروز همه فاریابی ها از اقشار مختلف، معارف، نواحی، مردم، جامعه مدنی، نویسندگان، روشنفکران، جوانان، از گروه های مختلف مردم اینجا حضور دارن به شکل نمونه احساس مالکی. ما میگیم که مردم خودشان سهم بگیرن در تعیین مسئولین، به این معناسته که به رأی ما ارزش قائل میشود حکومت و به نظر مردم ارزش قائل میشود نظام. خب اینمی پایمردی، مبارزات و حق طلبی چندین روزه شما حکومت را واداشته به این اصل و به این ارزش حرمت قائل بشه. بدبختانه یکی از رسوم ناپسند در بین دولت مردان و حکومت ما تا به حال این بوده است که هر کسی بنابر سلایق خودش، هر کسی بنابر علایق خودش و هر کسی بنابر شناخت خودش، کسی را از قوم خودش و از دوست خودش و از کسی که با اون نزدیک بوده میفرستاده به عنوان والی، به عنوان سفیر، به عنوان مسئول و یا به عنوان نماینده حکومت. اینی رسم ناپسند و اینی سنت بد باید برداشته بشه و باید کل نقاط افغانستان به حکومت واقعی مردم سالار دست پیدا بکنن و این افتخار بزرگ است برای فاریابی ها که اولین گام را شما برداشتید و انشاءالله ما مطمئن هستم به مرور زمان و در آینده اینی خواست شما همگانی خواهد شد و در سطح کل کشور به گونه یکسان تطبیق خواهد شد، چون شیرینی که این شیوه از حکومت داره، پایداری که این روش از حکومت داری داره، این در قلب مردم و بستگی و ملتفق با رأی مردم و با نظر مردم و با خواست مردم است. یقینا وقتی اگر من احساس میکنم که از من مشوره گرفته میشه، وقتی من احساس میکنم که بر رأی من حرمت قائل شدن، وقتی من احساس میکنم به عنوان یک فرد ملت، به عنوان یک شهروند احساس هیره میکنم که حکومت در تصمیم گیری هاش و به خاطر گماشتن زمامدارانش از من عادی و از یک شهروند عادی مشوره میگیره و به رأی من ارزش قائل میشه، اینجاست که حکومت مردم سالار ارزش های خود را به روح دنیا و به روح مردم میکشه. از اون خاطر است که ما تاکید بر روی حکومت غیر متمرکز داریم و از این خاطر است که تاکید بر این داریم که پایه های حکومت مردم سالار روز به روز باید مستحکم تر بشه. اگر نظام، اگر مسئولین و اگر چهره های مختلفی که در ترکیب حکومت و در نداهای مختلفی سیاسی حضور دارند، اگر میخوان قوام و ثباتشان را با مردم واقعا همیشگی بکنن، باید این شیوه و این روش از حکومت داره را سرش تاکید بکنن و پافشاری بکنن و به رأی و نظر مردم همیشه ارزش قائل بشن. و اینجا ما میبینیم به شکل نمونه ماشار سید عبدالرشید دوستم هم روی یک فرد خاص، روی کدام گزینه خاص انگشت نگذاشتن، وا گذاشتن برای مردم، گفتن مردم خودشان انتخاب بکنن. این واقعا نشان دهنده ای است که این شخصیت بود، شخصیت بینش و منش و کردار و عمل کردش به خاطر مردمش بوده و همیشه وسیع‌تر از اون چیزی اندیشیده که دیگران اندیشیدن و دیگران فکر کردن. و از همین جمعه با استفاده از فرصت، گرچه وقت کم از قومای عزیز، یک پیام برای گروه مخالفین مسلح و برای طالبا هم دارم. بیاین زیر چتر صلح
به خاطر قطع خونریزی، به خاطر احترام گذاشتن برای مردم ما و به خاطر از اینکه درک بکنن واقعا بربادی و تباهی و جنگ و کشتن همدیگر با توجیه های پیش پا افتاده و با بهانه های ایلایی تابکل زیر چتر صلح روزنه مذاکرات صلح گشوده شده. همه بیاین زیر چتر صلح، متحدان بیان برن رجوع بکنن به رأی مردم، به نظر مردم مطابق با نمو قانون اساسی فعلی و یا احتمالاً اگر نیاز هست پیشنهاد بر راستای تغییر و تعدیل قانون اساسی هم اگر داشته باشن مشکل نیست، ولی جنگ هیچگاه راه حل نبوده، جنگ هیچگاه راه حل نیست، بجز ویرانی و تباهی و بربادی، بجز عقب ماندن باز چندین قرن دیگه از قافله تمدن دنیا و از پیشرفت دنیا، بجز از که دستی تکدی و دستی احتیاج ما همیشه به سوی خارج دراز باشه، هیچ نتیجه و هیچ فایده دیگه جنگ و درگیری نداره. حتی اگر صدها سال دیگر با جنگ و خشونت ادامه داده میشه، جز تباهی و بدبختی هیچ نتیجه نداره. با اون لحاظ با استفاده از این فرصت پیش آمده و با استفاده از روزنه مذاکرات صلح و گفتگوی صلح، بیاین با مردم خودشان در یک جا بنشینن، با چهره های مختلف سیاسی یک جا بشینن و به خاطر تشکیل حکومت بعدی با استفاده از رأی مردم و با احترام به رأی مردم با توافق هم بگیرن وضعیت کشور را از مسیر بحرانی خارج بکنن و مردم ما حداقل نفس راحت و نفس آرام در یک فضای صلح و امنیت بکشن. سپاس و تشکر از شما. زنده باد اتحاد، همدلی و پایداری مردم افغانستان. از آرزوی صاحب محترم اظهار سپاس و قدرداری میکنیم. اکنون از الحاج پوهنده محمد آصف پیمان استاد دانشگاه فاریاب نیستنی ما را خواهش مندیم که در مورود ایران سخن نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. همه بزرگان، همه جوانان، خواهران، علما، روشنفکران و باشندگان شهر میمنه، موفقیت و پیروزی زحمات شما بر شما مبارک باد. آب زنید راه را این که نگار می رسد، مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد. اما چیزی که ما می خواستیم، نگاری که ما می خواستیم، انشاءالله در حال آمدن است و بوی سبز بهار هم در مشام ما رسیدنی است. این مقاومت شماست، این استحکام شماست، این تدبیر شماست، این دادخواهی بر حق شماست که در این موفقیت شما را رساندن. قومای عزیز، ما امروز می خواهیم به ارتباط انتخاب والی ها صندوق رأی گذاشته شود و ملت فاریاب والی خدمتگزار خود باید تعیین بکنه. ما اگر دارم صندوق گذاشته شود و برادرها حق دارن که رأی بدن، ولی 2 میلیون انسان رأیش و پیشگاه رهبر محبوب مارشال عبدالرشید دوستم است، از اول تا آخرت وکیل عام تام ما در شورای لویجرگه مردمی که لویجرگه قانون اساسی بود، در اونجا ما نماینده تمام ولایات سمت شمال تعیین کرده بودیم و این بار هم بر انتخاب والی فاریاب ما 2 میلیون انسان یا کمتر یا بیشتر رأی 2 میلیون انسان صاحبش مارشال عزیز رهبر حزب ما هیچ انتخابی کرده نمیتونیم و هیچ چیزی هم به خاطر از اینکه اگر ما در این حالت یک رقابت بین خود پرتیم، این نادرست است. فقط وام میگذاریم و دستان مبارک رهبر خود هر کسی را که انتخاب کنند ما از اون مطابقت میکنیم و انشالله شخصی کاراگاه، دانشمند، مجرب، مدیر و کارکن شاید انتخاب شود. از توجه همه ایزان تشکر. از همه ایزان فکر میکنم اینمی تصمیم خوب است.
اتفاق اتحاد برادری همگی هر چیزی که پدر بزرگ ما گفتن ما امور قبول میکنیم. سلامت باشین. یا بر خواهش دیگه شو نظرگه موافق زنده باد حزب جنبش ملی زنده باد اتحاد مردم سلام علیکم. قوای عزیز آرامش حفظ بکنید. بازم یک شعار میتون بسیار با انرژی ما را همراهی بکنید. ما حکومت غیر متمرکز میخواهیم، با انتخابی شدن والی ها را میخواهیم. جهان سپاس از محترم الحاج محمد آصف پیمان عضو شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و استاد دانشگاه فاریاب، حال از محترمه دکتر شیرین جان به نمایندگی زنان خواهش میکنیم کوتاه اعراب سخن بفرماید. شهر جان کب شهر وای بلند شهر وای شهر ها نگرد من بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه اعضای محترم رهبری حزب جنبش ملی ولایت فاریاب، کماندان صاحب الماری، بزرگان معزز ولایت فاریاب، وکیل صاحبان محترم، سناتور صاحب و خواهران و جوانان و برادران عزیز ما، همان گونه که مردم عزیز ما میبینند سیاست های غلط و یک جانبی حکومت در اداره کشور سبب شدند تا به اعتمادی و فاصله بین مردم و حکومت به اوج خود برسد. مردم طرفدار آزادی های دموکراتیک در امور سیاست، اداره و اقتصاد و خواهان اصلاحات اداری و مشارکت تا سطح واحدهای کوچک اداری میباشند و از فساد رجام گسیخته و استبداد یک گروه ناراضند. با این حال حکومت طرفدار حفظ ساختار متمرکز، انحصار قدرت و نگاه داشتن سطح پایین مشارکت سیاسی شهروندان است. تمرکز قدرت در مرکز و انحصار آن توسط چند باد انگشتمار از عوامل مهم بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی و عدم همکاری مردم با حکومت است. و این مشکل برخاسته از ولایت فاریاب ناشی از همین شیوه اداری متمرکز است که نمیتواند خدمات لازم را برای مردم فراهم نماید و پشتیبانی مردم را به دست آورد. سیاست عدم تمرکز اداری روش مدرن و قابل پذیرش برای حل مسائل مهم ملی میباشد. غیر متمرکزسازی سیاسی و اداری در شرایط فعلی و فرهنگ کاری در سطح جهان تبدیل شده است. کشورهای زیادی و پذیرشان انواع مختلف غیر متمرکزسازی زمین توزیع سیاسی، توجیه اقتصادی و استحکام و وحدت ملی را فراهم ساختند. در حال حاضر 95% دموکراسی های جهان از سیستم غیر متمرکز برخوردارند. انتخابی شدن حکومتداری محلی مانند ولسوالها، والیها، شهردارها توسط مردم سبب گسترش مشارکت سیاسی می شود. مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اداری و اقتصاد کشور نقش پیدا می کنند. بحران کنونی در ولایت فاریاب گویای عدم رضایت مردم از روشهای بدوی برای تحویل قدرت یک گروه بر سایرین است. وقت این است که مردم در سایر ولایت نیز از این روش متمرکز و تعیین والی و سایر مسئولین ناراضند. سران حکومت با فرستادن والی ها از سوار و گروه خود که هیچ گونه شناخت و پیشینی با مناطق دیگر ندارند در تلاش تحویل استبداد و بی‌احترامی به اراده مردم میباشند. ما زنان ولایت فاریاب از آدرس مادران و خواهران عزیز ولایت فاریاب در کنار پدران و برادران و جوانان هیچ بوده فاتحانه از دولت غیر متمرکز حمایت می نماییم و من لایق توفیق تشکر از سخنان همه جانبی بانوش
دکتر سیف شیرین حکیمی احسان سپاس و قدردانی میکنیم. اکنون از جوان مبارز و همیشه در صحنه محترم عبدالحکیم ترک‌اوغلی رئیس اسبق جنبش جوانان فاریاب صمیمانه رجامندیم که پیرامون موضوع صحبت نماید. بسیار کوتاه خواهش دارند دوستان، کوتاه صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هنوتی بزرگوار کشیلر آت تبلتسم وقت کم اوائیسی همه لرزده کتا کچی قماندان سویبلا اهل سیاست و اهل کسبه جوانلر وکیل سویبلر همه لرزده و اهل رسانه نه اجازه بلن. البته که موضع حق ده همه بزرگوارلا سوزی رتو بیتلا نهایت منم خورسد من که بو بروز که بو محفل در حقیقت همه بزده نه تنها بزنه بلکه وکن بابا اجداد لره بز و بزرگوار لره بزده آرزوشی ده که کشور بزگه حکومت غیر متمرکز که خواسته مشروع بر حق مردم افغانستان نه تنها مردم ترکستان زمین بلکه افغانستان ده اکثریت باشنده لره آرزوشی که حکومت غیر متمرکز ارتگه کلسه قوملا حکومت غیر متمرکز دگنگه منه معنا و مفهومه ده که گذشتگه تا شپلگه چه والیلر ولسوالر و شاروالر مرکزن تعیین بولده و او تعیینات همیشه سلیقوی قومی سمتی به شکلگه تعیینات بولده مردم ده هیچ گونه بر سهم مستقیمی یا قده و شاید از که به وطن بس که به حالت که قرار تافسته بلتیم بیر بار کمیلن و حاضر به وطن که افغانستانمز شنده دربدلک که ناامنی، فقر، غریبلی، بیسوادلی همه مشکلاتی که دامن گرفت بگن به حکومت متمرکزی نتیجه ده و افغانستان تقریبا ایردن قرگن بر مملکت افغانستان وز نانه وز توف بیار میده و همیشه متکی به کمک های خارجیله و به حالت دوام مردم بزگر رقتبار مردم افغانستان حتی بکن یکی دای نانیوک اولادونی ساتده و مهاجرت که قلو رده تقریبا 30% نفوس افغانستان هجرت که در بدلی که قرار تاب کن قاملا حکومت غیر متمرکز حق دست لگه منعیت من که غیر متمرکز دگنگه شنده که بزرگوالا ایتی بطه اگر والی تاین بلر در بسه سلانه رای مستقیم لارز منن والی تاین بلده مردم وزی وز والسین هر ولایت که انتخابات اساسیه شایسترین انسانلارین انتخاب کلده پس کسی که برای مستقیم انتخاب بسه مثل که وکیل سویبله انتخاب بلده و در برابرش مردمی که رای نالبته جواب گو بلده و اونی یخنگه کلارو زشتا لده و اونی یخشی همون گفتن سلا با خبرم بلا سلا و اونی خدای نخسته ایش کلمسه زعیب بسه اونی سلا توسیه هم کلاله سلا وشنده که بزرگوالا ایتی بطلا بزنه حقیمیز که 2 میلیون فاریابه به والی بزده وزی بز تاین قلسه بکن والینه گزینشی و انتخابه چون به خیمن تاییه اغلب بز به حق مسلم لرزده خدا به شکر بعد از 250 یل یا اضافه رو منشو حق ده قلگه کتری بلکه به حق سلانه پایمردی لرز منن منشو مظاهرات لرز منن وشه وحدت اتفاق لی منن که سرکلانه تولدردی صدا قلدی سیز چگردی به قلگه کلیفته و شرعن
شرن بزه کلال عبیس که قانونن و ارفان کلال عبیس که منشه حق بزده حق بز اچین شو رای بریس حق بز من انتخاب والیلر یا والبیس بزلر بخاطر بکه معظم رهبرمز بزلرنه همیشه یعنی بزگه تختم باشه بز دستگه تختم بزلردن حمایت و دفاع بو یلگه رهبریت قلب کلگلر بله بزلر بزن وکالتن منشه حق فی رهبر بزگه برمز و رهبر بز هر کنده که تعیین قلسله انتخاب قلسله بزه سلا و کشیدن حمایت هم قلابیز یا نگه هم تاخته بز و بزه وکالتن رهبر بزگه شو حق برمز شو حق برمز نه؟ بله ساخ بله وقت لرزده تشکر قاموی عزیز رامش خدا حفظ بکنین لحظات بعد انتخابات خود را رسمان آغاز میکنیم احال تشکر میکنیم از محترم عبدالحکیم ترک‌اوغلی رئیس حسبت جنبش جوانان فاریاب حال از محترم تامین جان شجاع یکتان از فعالین جامعه مدنی خواهش میکنیم بسیار کوتاه سخنرانی کنم خیلیدر قاملر قاملر اول بس سوال برامز یش از فاریاب خلقه ایسیق بگر چون هم مبتو یکی چه میبنیم یش از فاریاب خلقه ما عدالت میخواییم خیلیدر منش ویلترین گفرمین نمه جان گفرمین ویلترین قرار دیکی شجاد که شجاد که من ویلوین چه بله مایندگی هم بدارست و کلای شورای ولایت لارست سنات لارست اصد از دم بریم و بله دم بریم سنات لارست و بسیار بزرگوار لارست بله مایندگی سلر نمایتن و صندوق تایی ایدلر اختیارات که وشند بزرگوار لارست یادوار بردلر جلالت باب باسال عبدالرشید دوستم پدر معنوی شدید جوان افغانستان و رحمر کریم ایدلر جوان افغانستان تاب شدمست فقط برو نمامشون وحدتمز اچون یک بارچالگیمز اچون برلگیمز اچون یک بزدن وحدتمز خداوند مستحکم قلسن مه؟ قلسن وحدتمز مستحکم بلسن قلسن بنام خداوند بزرگ و توانا درود بر حضرت بهترین عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با کسب اجازت از تمامی مبارزین و رزمندگان عدالت خواه مردم سرحشور و قهرمان ولایت فاریاب البته همه ما شما می کنیم که امروز تظاهرات ما به خاطر بی‌عدالتی که از طرف حکومت مرکزی به خاطر انتخاب والی ولایت فاریاب بدون مشورت بزرگان صورت گرفته می باشد البته من می خواهم روی سه نکته صحبت بکنم اولی که در مورد تاریخ گذشته ما محمد اشرف غنی احمدزی از چنگیز تیمور گرفته تا به حال تاخت تاز می نماید قسمی که شما در روز استقلال افغانستان دیدید تیمور چنگیز را چنگیز خونخوار خواند در حالی که این فراموش کرده تیمور از سه حصه جهان بر دو حصه از او حکومت میکرد، امپراتوری میکرد و او اولین کار که کرد مردم خود را بسیج کرد، اتحاد کرد و من هم بالای شما صدا بلند میکنم که تا این که انسجام درونی خود را حفظ نکنین، منسجم نباشین هیچ جایی نمیتونین و عدالتهایی خود برسین شما، موفق باشین و همچنان تیمور را به این شکل لنگ خطاب کرد این بر ما بزرگترین توهین و تحقیر هستند آنها با تدبیر و تعقل خود در محور عدالت و در پیروی از اسلام امپراتوری های را در سطح جهان بنا نهادند که جهان به او افتخار می کند در تمدن ما در تاریخ ما افتخارات جهانی داریم ما و او امروز با بغض عداوت و عقده ای که داره از گذشتگان ما گرفته تا به حال برای ما توهین می کند شما امروز بیدار شوید آگاهانه و سنجیده در مقابل این همه تبعیض تعصب و عزیز اثبات شوید و طلسم استبداد از این را بشکنانید آغاز برای تاریخ باشید شما و در مورد خانم ها شما ببینید
این داد از این میذاره که من جلده را مراعات کردیم اینه به این شکل هیچ مطابق قانون عمل نمیکنه. نه کادرهای ما را در ساختار حکومت نه از خانم ها نه از جوان ها را نداشتیم تا به حال. نمیشه که ما بر سه وزیر اکتفا بکنیم. و هم آنچنانی که باید صلاحیت داده شود صلاحیت برای از اونا به شکل درست داده نشده. پس ما به خاطر تحقق عدالت همه یکجا میباشیم، صدای واحد را از جد محور بلند میکنیم، منسجم شویم. ما دو دسته نباشیم، باید با دو دستگی هیچگاه ما به جایی نمیرسیم. و تا وقتی که صدای ما شنیده نشود، نه تنها به خاطر امروز والی، ما میخواییم که در مشارکت سیاسی که یک اصل از بود است پیدا بکنیم. ما میخواییم این دسته باشیم، ما میخواییم در این دسته باشیم، یونسوان دسته باشیم مطابق قانون. شما دیدونید این اصلا عدد فاشیستی دارد. اگر ما تاریخ را مطالعه بکنیم، اینا با هر عنوانی خواستن در اقتدار سیاسی کشور باقی بمانند. چند وقت پیش شما ندیدین از طریق اداره ملی احصایه معلومات هم ازبک تاجک را اینا پارچه پارچه ساختن؟ این چی را نشان میدن؟ در حالی که در کنفرانس بن قانون اساسی حقوق تمام ادوار را تعریف کرد، مشخص ساخت، ولی امروز طبق مفادات قانون اساسی در افغانستان عمل نمی شود. امروز اینها حکومت متمرکز را در پیش گرفتن، سایر حقوق اعضما را فراموش کردن. امروز فاریاب در آتش جنگ می سوزد. چهار سال است شاهرای نمبریت ما بند هستند. به طور تدریجی صدها هزارها جوان ما شهید می شود. این خونخوار چنگیز را میگه خونخوارتر از این کس وجود دارد که هر روز از پانتین گرفته، از سرک ها، از باشتا گرفته تا دایشگاه انتحار میشه، انفجار میشه. تا چی وقت چنین باشه؟ تا چی وقت این گونه ظلم و ستم ناکارایی باید در افغانستان حکومت داشته باشه؟ پس بیایید ما بسیج شویم. الحاد ماشال عبدالرشید دوستون یکی از مصادفترین اصلاحترین چهره در حوزه سیاست است و همچنان مبارزه در علیه تروریسم بین‌المللی کرده است. باید با تفاهم با امرای از این آوا، با تفاهم با تمام بزرگان این مسئله پیش آمده را حل کنن. در غیر از اون ضربه محکم بر تیم از اینا خواهد خورد. تشکر میکنیم از محترمه امینه جان شجاع. خار میسپار مایک را به گردانده های انتخابات رئیسه. شو یه تکرار کلمه هم مرزگا سلانه نمایندگی رزگا به نمایندگی شما 12 نفر یا 13 نفر یا کمتر یا زیادتر بزرگایتان، وکلایتان، سناتورتان و شخصیتایتان هستن و رای میتن در اینجا. درست است؟ ای میگم هست. خب البته رای که دلن داده بشه به اساس درخواست شما رای بعد جلالت نواب محترم ماشال عبدالرشید دوستم رهبر جلسه وزیری انتخابی افغانستان داده میشه تا اینکه والی انتخابی آینده فاریاب را خودشان تعیین بکنند. همه ایتان قبول دارن؟ این بقیه خواست شماست؟ اروبتی صاحب کلی سایدن آخت کلار رئیسه. گبر میدن بلارد قرایلر آخ سکالر محسسابیدلر رئیسه جنام مطابق کلیس شایدن که بلیمونی نگه همه نمارار آخ سکالر رو آخر که توقع کردن بیرین سایی بیرین وقت میدن آمر از دمانده لازه تایلیده. خب، جناب محترم موسم سیدمن سعید ورکی نیزر کسی سنو وکیلن؟ آبا وکیلن؟ آمر از وکیلن؟ ورکی نیلن؟ کسور کرای برمید ورکسن؟ کسور کرای برمید ورکسن؟ برمونی دیگه ما
بسم الله الرحمن الرحیم خواهمای عزیز و محترم گوشم داخل بشکت دوستلائیس مارشال سیب و ترشید دوستم بزن رهبر بز بنیان گذاره بز بزن طول تاریخ که کارنامه تمام نظر از هر من از شمز آفتابه ده بزن ست سیست اونه اعتماد کنم و تفیل سلاح کنم برای لازم کنم مورد شرایط هم منسان اینه بزن طرف بزن قابل قبل تشکر گرام سلاطه سایگو محمد اصولی بسم الله الرحمن الرحیم همونطور جناب بزرگوار صاحبا گفتن ما انتخاب ما انتخاب جناب مارشال صاحب عبدالرشید دوستم است ما بر از نا رای میتیم هر کسا که با مقام و ولایت اینا تعیین میکنن ما قبول داریم شما قبول داریم این آقا تا محمد خان فائزی دانیل الله در نالی مردم سپرش کرده وای نه من سفر من سفر وقت سفر وقت خوب میبینم من ازم برات کریلا ناری تدیر زه خیر تا حکومت خیر متمرکز کلایمن گلاب استاد ایت گوتلم سلند تمولرزن بونی کلا و ریش نفر نماینده تعیین بازی شدن رایدی بیرنه میرم سلند بسپت رئیس شورای ولایتی حزب جبهه سلدن نماینده علی کلم نینگه شور نماینده بگرم گر ما به سلمن کنشنم میرم یازدم رای ما یعنی من و سلنی رای داره بز ارتباط بر رهبر عالی قد دارد سایم این عقد مسلمی شده سلامت سلامت جناب وکیل صاحب حاجی محمد عارف قال وکیلاره به شورای نماینده شو جناب نقل کرد که درس بسم الله الرحمن الرحیم همه بزرگوارانه، آتالانه، اینوغالانه اجازه بینن میرم همه لرزان تشکلی قلمان بسپت بر وکیل شورای ولایتی کچه کندوز رهبر سوی بچون یا ویز بزده وشه خواسته بچون زحمت ترتی همه بز برگلی که آلی هم بزده وشه رهبر سوی که اعتماد بز بار هر کندی که وزاری انتخاب کلده بزده موافق بزده وشه دیگه سلامت بزده عزیز رهبر بزگه ما رای دوزی اختیار رو بیردی هر کنی که وزاری انتخاب کلده بزده موافق بزده حرمتی استاد من استاد محمد آصف پیمان یه نم بر بار دیگه بزده وقتی که رای بزگه برمز قانو بزده هم برمز رهبر بزگه مال بزگه هم برمز جانو بزگه هم اعدام و رهبر بزرگ از این آقام است محمد علی بای الماریدن نماینده خاص رهبرمون بسم الله الرحمن الرحیم مردم و غیر ولایت فاریاب عزیز جوانیدن اوتکن عزیز جانیدن اوتکن بخاطر مارشال صاحب افغانستان چون بو رای نمرسد و رای خبر ناچیز نرسد مردم عزیز اولادونی قویدن برگن بخاطر مبارزه شو اتدم چون منو بر رگکن اختیارونی حاجی مارشال صاحب افغانستانگه برابز منو قوم دو حضورداش اوتکن قوملانه حضورگه مرا برای اختیار برای ما جمعشان صاحب کده مرا برای اکن مانا سامن خطایی داریم من دره من بکش کرمانه با نمایندگی من جوالر ایتی که پدر من اویزگی اجلت ما مارشال عبدالرشید دوستون بکشی نگه اختیار ده آتر تا شرم دازم ما با نمایندگی از ما به نمایندگی از دکترای فاریاب این رای را به رهبر صاحب صلاحیت و به وکیل خود رهبر صاحب میسازیم این رای را به رهبر صاحب میسپاریم هر کس انتخاب کنن خودشان میفهم به نمایندگی دکترای فاریاب
سه محمد مبارز خواهش میکنیم که نماینده حشمت الله آرمان وکیل پارلمان رای لرنه تشرفنن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نمایندگی محترم حشمت الله آرمان وکیل با عزت خیرخواه دلسوز ولایت فاریاب، این رای را به اختیار جناب محترم الحاج مارشال عبدالرشید چوستون رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان میگذاریم که هر کس انتخاب میکنه از طرف ما قبول است. حال میخواهیم از محترم الحاج حاجی قاری عبدالله نماینده علما خواهش میکنیم که رای خود بندازند به صندوق. رای گیر بزده رابل برای بزده نیمت محترم جمال خود دوستنن و کشین بزده نمطل دی هر کسی دی که و کشین گازم که لازه بزده که قابل قابل از محترم قاضی صاحب خوش میکنیم وکیل منتخب و نماینده جمعیت اسلامی افغانستان در فاریاب رای خود را من ای کرام ای کرام. بسم الله الرحمن الرحیم. به اساس هدایت محترم الحاج صلاوات الدین خان ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در از اوائل هدایتش بر ما همی بود که ما همراه مارشال برنامه ملی و در سطح کشور داریم، از موقف مردم فاریاب، از سیاست و کارهایی که در فاریاب به اساس هدایت مارشال صاحب میشه شما هدایت بگیریم. به اساس هدایت رهبر خود ما صلاحیت خود و مارشال عبدالرشید دوستون میشه. تشکر از وکیل صاحب حال خواهش میکنیم از مطمئن پر وطن رئیس دفتر شورای جنبش فاریاب رای خود را اعطا نمایند. بنده عبدالغفور وطن مسئول دفتر شورای ولایتی فاریاب حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان رای من را در اختیار رهبر کبیر خود قرار می دهم. از محترم دفتر فریبو تورونی وکیل شورای ولایتی و نماینده زنان خوش میکنیم رای خود را در صندوق بندازم. بسم الله الرحمن الرحیم. بشن دو قید دل حق بیرل می ده حق قال لارم بروز بو موفقیت بو پیروزی ده مبارز این آقالارمگه خوهرلارمگه آنالارمگه مبارک بوسن دیمن و من حق رایدینه آدرس خاطرلدن قبلدن الهاج مارشال عبدالرشید دوستم ده بیرمید. تشکر از وکیل صاحب حال. از محترم سید زینالدین عابدی رئیس جامعه مدنی خواهش میکنیم رای خود را به صندوق بندازم. به نام خدا یکی از روزهای کننده و خاطره انگیز ماست. اقشار مختلف، مواسین سفیدان، وکلای شورای ولایتی، فعالین جامعه مدنی، نمایندگان احزاب، جوانان و اقشار مختلف مردم، اینمین که سرنوشت فاریاب را هر کس را که برش اعتماد بیشتر دارن و تا این 9 روز مشاهده کردن که اکثریت مردم را خواستشان چی است و اکثریت مردم مورد اعتمادشان کدام مرجع است. با اون لحاظ اینا همه با اتفاق نظر اونمو رای خودشان را با اون مرجع مورد اعتماد خودشان تفویض میکنن. سلامت باشید. تشکر. حال از محترم استاد نجب علی خان نماینده مردم اهل تشیع ولایت فاریاب خوش میکنین که رای خود را صندوق بندازن. آقای سر رئیس تنیسم بله رئیس منمی بنماینده ایشو تمام کسواکارلار رایمده جانمده خانمده من عبدالرشید دوستم مارشالگه میت رایمده بیرم. ای کوری مجدد مجدد بیرونی خدا خوش بسر بارم. کم دای خدای از محترم عبدالحکیم ترکوخی یکی از جوانان رشید فاریاب خوش میکنیم که رای خدا به صندوق بندازم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول شنو سریمین که قبلا من وکیلیمی قبل لرز بامه وقتی که شندو من سلانات لرزدن رایمده معظم رهبر بزگه اختیار لرگه قویمه. سلامت بله.
از محترم استاد چاولی پارسا خواهش میکنیم که رأی خود را در صندوق بندازند. مشاور سای استاد پارسا. بعد از استاد پارسا به نمایندگی از خازیار و معلولین فاریاب احمد جاوید فیضی خواهش میکنیم که رأی خود را به صندوق بندازند. بسم الله الرحمن الرحیم. چنانچه رهبر صاحب خرج البزاو چون مبارزه قلبسه حق بزو چون چه اساس که من 20 یل بولاره به حزب مبارزه قلمان شاگرد رهبر صاحب من و بزش رای بزو رهبر صاحب که وگذار قلم بسی کم دی انتخاب قصد از موفق بز این آقا در عدب بیاد که بر نیچی کشه اوی اوی کشه ده باید رای برسه ده چون دا بر نسا ده شو رای برگلن همه را گوزده ده قبول شده ده بخاطر این نمونه تن چون دو همه همه رسلی با این دلیل از گه و این ناهیه و گنتس و نسوالی با این دلیل گه چون چون همه رسل بسکر دمالر بسی تایی سلو همه بلسل تاکوزا تاکوز خب کس این رسل با همان که قلبه را از گلی تا اونا خاکم کلانیز دعایان مگره و کلسل دعایه کسلار تامین را پیم کنم بسیم بله بله آج بسم الله با نمایندگی غازیان و معلولین از تامینا جان شجاع خواهش میکنیم میرو کنیم تامین پارسی تعدالت از محترم دکتر شیرین نماینده زنان فاریاب حالا ما آل وقتی قلیستان که دارن بر دعای خیر منار خاتمه میرسنه مرا استاد عادل قدوس قلیش کسی نمانه باقا استاد قلیش مرا شاید مانستی کسی نمانه صندوق تستی که صندوق تن سورا با آیت و آیت جوری مکم قرامل با مرکزی برام در آوار شاید کزن لارگا بشن نوک کمی نایم جا گوشبدن طرفدن جا مرشال صاحب کرد کابشوردن دعا قلاب خداوند بو صندوق تا برکتی بزن مرشال صاحب که قوات قلب بسن اللهم رب بناوات الاخرتن یا حسن و فی الاخرت اصلا و وقیلا عذاب بلنار بلوزی آرهن آب و آخری شمس و قبلین پوشت کت میلن قبلار موارزاری گا مصبر کت میلن از گا سزار کنوزی گا مصبر زنده باد مرشال از رشد دیستان قبلار بزرگ تاکی نتیجه است که این شما مبارزه رو دیدم از بار چست کریم چست کریم چست کریم عبدالله یعنی نینی پیامون محشان سایی دستو بگده شو بارگا دقیق دکت شجا که تاینات که دیخی ایجاد قسلا که شو پرزن دوشی وطن مبارز و کارکون و وزمزدن ملرمزدن باشن که شو همیشه کدای بر خلاف و بر تخط و خلاسکان نفر بمازن شون خلاحوزگا خوب برد کنیم و شون شاید Açılmaydı. Çastır gene çastır. Çok gelirik. Çastır. 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 Çastır